درود به دوستان بزرگوار، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو بنده رو دنبال کردین و همین اول ویدیو ازتون میخوام که اگر لطف کنید ویدیو ما رو لایک کنید و اگر میشه برامون کامنت انگلیسی بذارین و اگرم کانال رو سابسکرایب نکردید که لطف کنید و سابسکرایب کنید. این جلسه در ادامه جلسه قبلی هست که ما اشاره کردیم به نرم افزار مندلی جهت مدیریت رفرنس ها یا منابع. این جلسه میخوام مثلا بیشتر به این مطلب بپردازم که رفرنس چیه، سایتیشن چیه و چرا به دردمون میخوره و اینکه حالا پایه‌ای بشه برای نرم افزار اندنوت و وبسایتی که در جلسه بعدش خدمتتون خواهم گفت. ببینین، خیلی از مجلات، تمام خیلی که نه، همه مجلات یه استایلی رو برای رفرنس نویسی در نظر میگیرن و اگر شما اون استایل رو رعایت نکنید، خیلی احتمالش هست که مقاله شما در همون بدو داوری ریجکت بشه. چرا؟ چون که میگن شما حداقل وقت نداشتید استایل رفرنس نویسیتون رو طبق مثلا حالا الگوی مجله در بیارید. برای این نکته مهمیه و درسته که نرم افزارها خیلی هاشون این کار برای ما انجام میدن، ولی لازمه که شما بدونید، چون بعضی وقتا نرم افزارها خطا میکنن. من بارها شده شاهدش بودم چه مندلی چه اندوت رفرنس نویسی رو اشتباه کرده، یه عدد مثلا یه چیزی رو یادش رفته یا چند تا مثلا اسلش اضافه تر گذاشته، کلا رفرنس نویسی به هم ریخته. بنابراین لازمه که پایش رو بدونید و منم به شخص تجربهش رو داشتم که مقاله ریجکت شده و هیچ دلیلی نبوده جز این که من مثلا بتونم شک کنم که ما رفرنس نویسیشون رو اون استایلی که در واقع مجله میخواست رو رعایت نکرد. خب حالا اینکه ما توی مقالهمون طبیعتا به یه سری مقالات دیگه میخوایم ارجاع بدیم، سایت کنیم اون مقالات رو. خب چجوری سایت کنیم؟ هر کس از جو دلش خواست؟ نه، برای این قضیه اومدن چندین حالا روش مختلف رو ابداع کردن که جهانی هم هست اینها و میشه به اون روش ها استفاده کرد. عموما این روش ها مختص رشته های خاص هست، مثلا یه روش فقط مخصوص رشته های مهندسی، یه روش مثلا بیشتر مخصوص رشته های علوم پزشکیه، ولی بهتره که حالا یه جنرال آیدیای یه کلی از کل اینها داشته باشید. روش هایی که هست، مهمتریناش البته بیشتر از اینا هستش، عبارتند از APA یا American Psychological Association، ویرایش آخرش ترجیحاً ویرایش 7. اینو بگم که امکان داره موقعی که شما این ویدیو رو می‌بینید ویرایش 8 شب اومده باشه، حواستون باشه. بعدیش روش ونکوور هست، بعدیش روش IEEE هست که بیشتر بر رشته‌های مهندسی هست، روش هاروارد و نهایتاً روش شیکاگو. دو روش بسیار مرسوم در رشته‌های علوم پزشکی و بهداشت و سلامت APA و ونکوور هست که ما تو این جلسه به این دوتا فقط میپردازیم و بعدش میریم دوباره سراغ نرم افزار مندلی که ببینیم چطور میتونه بهمون کمک کنه تو رفرنس نویسی به این حالت و اینکه ازش استفاده کنیم و حالا یه روش کاربردی. خب اول از همه با APA شروع کنیم. روش APA چیه؟ عموما روش APA یک روش ارجاع در متنه، یعنی به جای اینکه ما بیایم تو متن به شماره ارجاع بدیم، مثلا به این رفرنس شماره 1 یا 2 یا 3، میایم اسم نویسنده یا نویسنده ها به اضافه سال انتشار رو در متن ذکر میکنیم و بعد ته متن در قسمت رفرنس ها تمام رفرنس هامون رو بر اساس حروف الفبا مرتب میکنیم. این میشه روش APA. خب که بیشتر مجلات علوم بهداشت و سلامت توی امریکای شمالی و یه قسمتی از اروپا از این روش استفاده میکنه. در واقع ترتیبش عموما به صورت ساده بخوام خدمتتون بگم اینجوریه که فامیلی نویسنده یا نویسنده ها، مخفف اسم اولشون، تایم انتشار مقاله، عنوان منبع عنوانش چی هستش، محل چاپ، چاپ کننده یا همون ناشر و نهایتاً URL یا DOI اگر داره. یه نکته مهم که اینجا باید بگم خدمتتون اینه که چه APA چه روش‌های دیگه مثل ونکوور و اینها، برای هر منبعی یا هر سورسی یک روش رو، یک حالا قانون رو دارن. برای کتاب یه قانون رو دارن، برای مقالات چاپی یه قانون دارن، برای مقالات آنلاین یه قانون دارن. من دارم خیلی جنرال خدمتتون عرض می‌کنم که بیشتر هدفمون مقالات آنلاینه، چون الان این روزه بیشتر مجلات نسخه آنلاین رو اول چاپ میکنن، حالا بعدش اگه کسی بخواد نسخه چاپیش هم براش فراهم میکنن. یه نکته ای که باید در نظر داشته باشیم و این چیزی که من گفتم کلیه، مثلا برای کتاب یه قانون داریم توی روش APA، برای مقالات مثلا چاپی که فقط چاپ شدن آنلاین نشدن یه قانون داریم، مجلات مقالات با DOI یه قانون و حالا الی آخر. نمیخوام خیلی سرتون درد بیارم. الان مثلا اینی که نگاه میکنین یکی از مثال ها برای روش APA هست که برای مقالات آنلاین با
DOI هستش که کد DOI بهش اختصاص داده شده. میتونید اینجا ببینید که فرمتش اینجوریه که اسم نویسنده یا نویسنده ها داخل کروشه یا داخل پرانتز، سال چاپ، عنوان مقاله، بعدش عنوان جورنال به صورت ایتالیک، شماره جورنال، شماره حالا ایشو یا زیر مجموعه اون مجله، صفحاتی که اون مجله رو در بر میگیره این عنوان یا این مقاله، و نهایتاً DOIش. اوکی؟ که مثالش هم اینجا میتونید ببینید. یعنی مثال یه مقاله که DOI داره. اما مثلا اگه فرض کنید همین روش APA، ما یه مقاله داریم که آنلاینه ولی DOI نداره. بعضی از مجلات که خیلی هم کمن هنوز کنوز DOI ندارن. یا مثلا یه مجله قدیمیه، مثلا یه مقاله داره برای سال 1960 که اصلا DOI اون موقع نبوده، مثال میگم. خب از این روش چطور میتونیم استفاده کنیم؟ تقریبا همون استایل رو ما تکرار میکنیم، اون تا آخرش آدرس وبسایت یا اون صفحه رو میذاریم. اینم یه مثالیه که اینجا برامون گذاشته، توی چک کن. اوکی، حالا میگم باز تاکید میکنم چون میدونم دوستان بعدن میان مثلا یه قسمت از ویدیو رو دیدن یا مثلا کلا هیچ قسمتای قبل و بعدو ندیدن، بعد این قسمت رو میگم آ ببین اینو اشتباه گفتم، درست نگفت، API اینجوری نیست اونجوری هم هست. میگم بله، API چندین روش داره، برای کتاب یه داستانه، برای مجله، برای وبسایت، برای چه میدونم حتی ویدیو، ویدیوهای یوتیوب هم میتونید رفرنس کنید توسط حالا API یا ونکوور. ولی خب ما داریم یه حالت کلی و جنرالش رو میگیم. طبیعتا میتونید برید سر فرصت خودتون بیشتر بخونید، چون میگم این کارا رو نرم افزار برامون انجام میده. من میخوام شما بیسیک آیدیای داشته باشید که ما داریم راجع به چی حرف میزنیم، اینجوری هم نباشه که خیلی گنگ باشه. پس این از این، بریم سراغ روش ونکوور. روش ونکوور عموما به صورت ارجاع شماره‌ای در متن و ارجاع ترتیبی در قسمت رفرنس هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه رفرنس رو در متن میخوام اشاره کنم، شماره میزنم، به ترتیبم هست، شماره 1، بعدی 2، بعدی 3 الی آخر، و نهایتا در پایان مقالهم در قسمت رفرنس ها تمام اینا رو بر اساس ترتیب عددی، یعنی از 1 شروع میشه تا هر چند که رفرنس های من باشه، ادامه پیدا میکنه. بنابراین برخلاف اولا API ارجاع مستقیم در متن نیست، ارجاع فقط به صورت عددی در متن. دوما که رفرنس ها ترتیبش بر اساس شماره و ارجاعش در متن، نه حروف الف با، که میتونید اینجا مثالش رو ببینید. این شماره رفرنس، اسم نویسنده و یا نویسنده ها، عنوان مقاله، حالا اگه ساب تایتلی داره، شماره ادیشنش، حالا بعدش اون مجله یا حالا اون پابلیشر یعنی ناشری که اون منتشر کرده، و نهایتاً سالش. جدیدن من دیدم که دی او آی هم تهش اضافه میکنن برای روش ونکوور، ولی خب حالا این شاید آپدیت جدیدش باشه، توی این مثال من نیاوردمش. تقریبا توضیحاتی که خدمتتون دادم همینه، یعنی راجع به روش ونکوور. اینم چند تا حالا مثال هست. ببین الان مثلا اگه من بخوام اینا رو به ترتیب کنم، الان مثلا میتونم اینو اینجوری کنم، این شماره 1 بوده، رفرنس شماره 1 من بوده، این رفرنس شماره 2 من بوده، این رفرنس شماره 3 من بوده الی آخر. و همونطور که میتونید ببینید اسم نویسنده ها هستش یا نویسنده، عنوان هستش که حالا هرچی که هست، مرجعش هستش، حالا میتونه مثلا مرجع صورت اینترنت باشه تو این مثال، یا مثلا میتونه به صورت یه مجله یا یه انتشاراتی مثل اشپرینگر تو این مثال باشه، محل چاپش، و حالا نهایتاً وبسایت یا اگر دی او آی داره مثل این مثال دی او آیش رو هم اضافه میکنه. خب پس این هم شد روش ونکوور. باقی روش ها نه اینکه کاربردی نباشن، اختصاصی تر هم. مثلا روش هاروارد روش خیلی قدیمی تریه، ولی خب الان اونقدر استفاده نداره، همونطور روش شیکاگو. ولی برای بچه‌هایی که رشته های مهندسی هن، یا حتی مهندسی های مرتبط به علوم پزشکی مثل مهندسی پزشکی، بیومدیکال انجینیرینگ یا این رشته ها، من توصیه میکنم IEEE رو هم بخونم، ولی خب این اختصاصا برای رشته مهندسی برق بیشتر و مرتبط ها، ولی خب بعضا دیده میشه بعضی از مجلاتی که بین رشته ای هستن از این روش استفاده میکنن. اوکی، خب قبل از اینکه بریم سراغ نرم افزار مندلی، بریم این در واقع چیزایی که یاد گرفتیم ببینیم میتونیم مثلا از این نرم افزاری یا از این چیزی یا وبسایت آنلاین استخراج کنیم یا نه، که از همون سورس های اصلی مثل پاب مد، گوگل اسکالر یا همچین چیزایی. خب من توی پاب مد یه عنوانی رو سرچ کردم و این مقاله رو برام آورد. خب من میخوام فکر کنید به صورت دستی، یعنی بدون اینکه اصلا برم توی مندلی یا اندوت یا هر چی، به صورت دستی در درجه اول این رو سایت کنم و سایتیشنش رو داشته باشم، چیکار میتونم کنم؟ توی سایت پاپ مد اگه همین گوشه رو نگاه کنید، گزینه سایت هستش، روش که کلیک کنید به روش‌های مختلف براتون میاره، میتونید
ازش خروجی هم حتی بگیرید، مثلا به این صورت، حالا اینجا میدید که NBIB که برای مندلیان هست بهتون خروجی میده. فرمتش هم اینجا میتونید تغییر بدید، مثلا میتونید AMA کنید، APA کنید، MLA و NLM کنید. اینا هم باز روش های دیگه است، ولی میگم چون فعلا ما فقط میخوایم رو APA مثلا فوکس کنیم، این دیگه مثلا الان خروجی که به ما به صورت سایتیشن APA داده، میتونید کپی کنید و ببرید. حالا مثال مثلا اینجا توی نرم افزار ورد اگه بخواید پیستش کنید که داشته باشید، ولی خب دیگه بعدا خودتون باید تو سایت توی ببخشید متنتون بهش ارجاع بدید که حالا هدف فعلی ما نیستش. پس این رو هم از وبسایت حالا پاپ مد میتونید مستقیم بردارید. توی گوگل اسکالر چی؟ من همون عنوان رو توی گوگل اسکالر سرچ کردم و حالا فکر کنید من میخوام اینو دستی مثلا بردارم و سایتیشنش کنم یا رفرنس هم کنم. توی این گزینه سایت اگر کلیک کنید ببینید که روش‌های مختلفی رو اینجا برامون آورده، مثلا روش MLA, APA, شیکاگو, هاروارد و ونکوور، که بازم میتونید اینو گفتم میتونید مستقیم دانلود کنید که جلسه قبلش پرداختیم مثلا برای اند نوت یا جای دیگه، یا اینکه نه اگر نمیخواید از اینا استفاده کنید میتونید همینو کپی کنید و بیاید و اینجا پیستش کنید و حالا آماده هست و دارید. ولی میگم اینا روش‌های دستیه و خطاش بالاست و خیلی وقتا هم اشتباه میکنن اینا، یعنی فکر نکنید همیشه درسته و بگید خب دیگه مثلا من از پاپ مد گرفتم یا چی، حتی نرم افزار مندلیو اند نوت هم یه جاهای اشتباه میکنن که نیاز به بازبینی داره. پس اینا روش‌های مختلف. حالا بعضی از وبسایت‌ها من نمی‌دونم، حالا مثلا انتشارات‌های خاص مثلا مثل وایلی یا چی، شاید خودشون سایتیشن جدا هم داشته باشن، من دونه دونه نمی‌تونم مثلا چک کنم، ولی می‌دونم مثلا انتشارات اگر شما مثلا مجموعه انتشاراتی اشپرینگر اینجوریه که خودش داخل خودش میتونید ازش سایتیشن داشته باشید یا وردارید، مستقیم همچین آپشنی رو داره. حالا من اینجا برای این مقاله نمی‌بینم چیزی رو، نه چیزی رو نمی‌بینم. حالا اینو دیگه بعدن خودتونم میتونید چک کنید. پس این شد از دو روش. حالا مثلا اگر بخواید از پاپ مد بردارید یا گوگل اسکالر مستقیم و دستی بردارید، از این روش ها میشه استفاده. اما روش ارجح ما استفاده از نرم افزار، یعنی چی؟ استفاده از مندلی یا اند نوت یا حالا یه وبسایت دیگه است. فکر کنید من مندلی رو دارم، رفرنس هامو چیزی که تو جلسه قبل بهتون آموزش دادم وارد مندلی کردم، وقتی وارد مندلی کردم مدیریت کردم و الان مقالمو نوشتم. خب میخوام اینجا شروع کنم مثلا وارد کردن رفرنس ها، مثلا این جملات منه، این کروشه هایی هم که میبینید، این حالا پرانتزایی هم که میبینید، اون در واقع ارجاعاتیه که میخوام بدن داخل من. فکر کنید اولا مثلا این رو، این جمله من رفرنسش اینه، انتخابش میکنم، روی این اینجا کلیک میکنم و در نهایت گزینه insert citation رو میزنم. قبلش اینجا میتونید استایلتون رو انتخاب کنید. ببینید که الان استایل ما APA هستش، همون ویرایش آخر، ویرایش هفتش. میتونید اینجا چینجش کنید به روش های دیگه که میبینید چقدر روش زیاد هستش. حالا من فهم فعلا با همین APA باشه، برمیگردم همین انتخاب میکنم و روی insert citation کلیک میکنم. البته جاشو باید عوض کنم یه بار دیگه، بذار بدید اینو اصلاحش کنم. اینجا اول اینجا کلیک میکنم داخل متن، بعد روی این کلیک میکنم و نهایتاً اینسرت رو میزنم که میبینید برامون اضافه کرد. البته امکان داره یه پرانتز اضافه باشه، اینو خودتون دستی حذفش کنید، یه پرانتز بیشتر لازم نیستش. درست شد. حالا فکر کنید مثلا این دومین مثلا رفرنس ماست، اینه، باز من اینو اینسرت میکنم داخل من. این سومیه، باز من اینو اینسرت میکنم و اینم نهایتاً. حالا فکر کنید مثلا یه مثال دیگه، این جمله آخر ما سه تا رفرنس داره، ستا رو انتخاب میکنم و بعد روی insert کلیک میکنم. ببینید که همه رو به ترتیب وارد میکنه، برای نیاز نیست ما دستی چیزی رو وارد کنیم. خب پس این شد به روش مثلا حالا API. حالا میتونید مثلا اگه خواستید اینو تغییر بدید به روش ونکوور یا حالا هر چیزی از این دست که هستش. خب حالا الان یه سوال شاید براتون پیش بیاد که خب ما رفرنس ها رو زدیم، یعنی سایتیشن هامون رو زدیم، اما الان میخوایم این رو تا متنمون باید ارجاع بدیم دیگه، رفرنس ها چیا بودن اینایی که تو متن اشاره کردیم. برای این کار اینو یه لحظه ببخشید، برای این کار ما میام این قسمت، این گوشه نرم افزار کلیک میکنیم و گزینه insert bibliography رو روش کلیک میکنیم. اینجا از همون یه سوال میپرسه که میگه آیا میخواید این کار رو بکنید تو همین منطقه که کلیک کردید یا قبلا کلیک کردید، و میگیم بله continue و برامون اد میکنه. میبینید که تمام رفرنس هایی که اینجا داشتیم اینجا اومده به چه فرمتی؟ فرمت APA که گفتیم ترتیب الفبا رو رعایت میکنیم، این اولی B، دومی L، سومی O و آخری هم S.
حالا فکر کنید مثلا من مقالمو فرستادم یه جا اوکی نشد و الان میخوام تغییرش بدم، فرمتش رو از APA به مثلا ونکوور. خب گفتم اگه بخواید دستی این کارو کنید خیلی زمان می‌بره دیگه، دونه دونه باید بشین تغییر بدید. ولی الان من میخوام که این کارو فقط با استفاده از همین یک کلیک کنم. میرم توی سربرگ سایتیشن سدینگز، چینج سایتیشن استایل و روی ونکوور کلیک میکنم و آپدیت سایتیشن رو میزنم. میبینید در عرض چند ثانیه کلش درست میشه. به چه فرمتی؟ گفتم دیگه ونکوور به ترتیب اعداد هستش و ترتیب اعداد رو هم بعدش تهش به ترتیب شماره میاره، نه به ترتیب حروف الف با. مثلا یک اینجا با ال شروع میشه دیگه، مثلا APA. یا نه هر فرمت دیگه ای، مثلا حالا بذارید من اینجا براتون فرمت مثلا این فرمت مهندسی رو هم بزنم، ببینید که این یه روش دیگه است. این دفعه به جای مثلا پرانتز از کروشه استفاده میکنه و چیزایی از این دستی. حالا خواستم اینم بهتون نشون بدم دیگه، این دست خودتون، یعنی میتونید با چند تا کلیک این رو خودتون مودیفای کنید به اون فرمتی که دوست دارید یا میخواهید داشته باشید، فرقی نداره. فقط باید میگم مطمئن شید اولا ارجاعتون درسته، یه دبل چک هم خودتون بکنید، دوما از این که مطمئن شید که مندلیتون، اون مندلی که الان دارید با مندلی اصلی که حالا یا آنلاینه یا آفلاینه مچ شده باشه. بعضی وقتا نرم افزار چون آفلاین هستید و به اینترنت وصل هستید امکان داره که نتونه خوب سینک بشه و بعضی مقالات رو نیاره یا یه سری مقالات رو شما حذف کردید دوباره بیاره، به اینم حواستون باشه. که حالا میگم مندلی از این بعد نرافتار خوب و تو دستیه، زیادم اذیت نمیکنه، نکته خاصی هم نداره. حالا جلسه بعدی و جلسه بعدیش که به اندوت میپردازیم از این صفحه استفاده میکنیم. میبینید خودش اندوت چیز داره و این اندوت هم تقریبا از نظر کارایی همینه، ولی خب اندوت بیشتر با روش APA کار میکنه و ونکوور و روش های دیگر کمتر استفاده میکنه، که اونم بازم میگم مشابه همینه، فقط قیافه نرم افزاریش با هم فرق داره، چیز خیلی خاصی نیستش. خب پس اینم شد این جلسه ما که در واقع آموزش بهتون دادیم که رفرنس نویسی، سایتیشن چیه، چه اهمیتی داره و اینکه چطور میتونید از نرم افزار مندلی استفاده کنید. بهتون باشه یکی از مهمترین استپا قبل از اینکه اصلا مقالتون رو سابمیت کنید هر جایی، اینه که رفرنس ها و سایتیشن ها رو چک کنید که طبق استایل اون مجله باشه. در غیر این صورت خیلی احتمال ریجکت سریع مقالتون بالا میره. چرا؟ چون این حداقل کاریه که به هر حال داوران انتظار دارن شما به فرمت مجله احترام بذارید. خب یعنی در واقع به این حواستون باشه و این خیلی هم سخت است توی یه سربرگی که همه مجله دارن برای مثلا راهنمای نویسندگان یا authors instructors برید نگاه کنید، مثلا یه بخشش نوشته reference، سریع سرچ کنید با گزینه F3 میتونید سرچ کنید reference citation استایل یا فرمتشون رو میاره، مثلا نوشته ما از ونکوور استفاده میکنیم، شما هم باید از ونکوور استفاده کنید. من خودم همیشه دو تا نسخه از مقالم نگه دارم، APA و ونکوور. چرا؟ چون بیشترین مجله که در حیطه علوم و سلامت بهداشت و پزشکی استفاده میشه ایناست. یعنی سریع اگه بخوام این مجله مثلا ونکوور میخواد سابمیت کنم، اولی رو سابمیت کنم، یا نه مثلا اون یکی APA میخواد دومی رو سابمیت میکنم و الی آخر. برای این یه استراتژی که میتونید مد نظر داشته باشید. خیلی ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خوب و خوش باشید.